فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعدی که از یاسوج بودن سوالشون یعنی این بود که خداوند قرآن فرموده است و اطیع الله و اطیع الرسول. بعد گفتن که خب چرا حضرت عمر رضی الله عنه لشکر اسامه را برگرداند، یعنی رسول الله گفته بود لشکر اسامه جنگ بکنه و او مانع شد. و سوال بعدیشون هم این بود که خب در هنگام بیمار پیامبر فرمود قلم و کاغذ بیارین که بنویسن و حضرت عمر رضی الله عنه گفت که رسول الله هذیان میگوید. بفرمایید. موضوعی که با اطاعت الله تبارک و تعالی و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم جزی از ثوابت اصلی دین مقدس اسلام هست و کسی که از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را نپذیره بگه که من اطاعت او را قبول ندارم، حتی الله تبارک و تعالی کافی هست، قسمی که ما در یکی از سوالها هم داریم، او از دایره اسلام میبره، چون بخشی رسالتی که در اسلام هست جزی دومی از کلمه طیبه رکن اول اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله او را نپذیرفته. پس کسی که او را منکر شد از اسلام میباراید، اگرچه اصل توحید هم بپذیره. بعضی یهود و نصارایی که بودن به اساس انکار رسالت کافر بودن، حالا که توحید در اصل چیزشان داشتن، در اصل دیانتشان بود و به این شکل فعلی به انحراف نرفته بودن. به هر حال اینجا در استدلالی که اونها میخواستن بکنن در موضوع فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با برآمد لشکری اسامه رضی الله تعالی عنه، در اصل لشکری اسامه وقت یک ماه پیش از که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات بکنه تنظیم شد و فرستاده میشد به رخی تبوک یا یرموک. اونجا به خاطر گرفتن انتقام شهادت پدرشان زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه و صحابه‌ای که اونجا شهید شدن، جعفر طیار رضی الله تعالی عنه، با اونجا فرستاده میشد. در این لشکر یعنی بزرگان صحابه کرام هم بودن. وقتی که چیزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرض بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان تدارک لشکر شدت گرفت، مشوره عمومی به این شد که توقف داده شود و حتما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این مدت یک ماه بودند و عمر رضی الله تعالی عنه همه کاره اون زمان نبود، یک فردی از افراد بود، بلکه در لشکر اسامه یک فرد بود و بسا وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مثلا عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دیگران این را به عنوان امیر تعیین میکرد و او انتخاب نمیشد. حتی در غزوه خیبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علی رضی الله تعالی عنه را و دیگران را به عنوان امیر معرکه انتخاب کردند و بیرق لوای اسلام را به اونها دادند، حالا که عمر میگه که من در زندگی خود همون زمان علاقمند ای بودم که باید لوا به من داده شود، اما به او ندادن، چون همه کار نبودن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر اون چی میخواستن انجام میدادن و همه تابع فرمانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینجا اگر موضوع بسیار جدی می بود که حتما همون لحظه حرکت روان شوند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قسمی که در موضوع امامت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هیچ نوع پیشنهادی را نپذیرفتند، این پیشنهاد همانند پیشنهاد زنایی است که به یوسف علیه السلام پیشنهاد موافقه به زنا میدادن، یعنی پیشنهادی شما مثل پیشنهادی صواحب یوسف است، یعنی عمر انتخاب شوه یا شخصی دیگری در اونجا نپذیرفتن. پیشنهاد از نزدیکترین نفرها بود، نه. و ای در آخرین روزهای وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، در آخرین روزهایی که بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نپذیرفتن. حالا که یک ماه پیش ابوبکر صدیق بله. بودی هیچ رأی رو نه، چون رأی اول و این چیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، کسی دیگری موقف نداشت که گپی سخن یک داشته باشه. لذا هیچ نه مخالفتی
در برابر امر جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای کسی مجال نبود. بله مجال مراجعه داشتن صحابه کرام در مجموع زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حتی در غزوه احد و دیگر مواقف هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رأی را پیشنهاد میکردن به اساس یک پیشنهاد از جانب بعضی صحابه کرام رأی عرض میشد. در صورتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جدی میبودن هیچ مجال برای تردد در اون مسئله نمیمان. اما در صورتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از عرض رأی خاموش میشدن یا که از تصمیم اولی که پیشنهاد یا که امری که داشتن از او منصرف میشدن، اینجا مجال نقد بالای کسی نیست. یعنی اگر ممکن میبود که بالای تصمیم های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأثیر گذار میشدن، در موضوع انتخاب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تأثیر گذار میشدن. چندین شخص پیشنهاد کرد، ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نه، ابوبکر بخواهید که بیاید. اینجا عمر هر روز، عمر جزء اون لشکر بود پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضور داشت و خصوصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پدر زن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و همه روز با زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آمد. اگر موضوعی ای که رفتن اونها ملزم می بود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت چی میکنی در اینجا؟ حالا با قافله بپیوند که ما اینجا تصمیمات خود بگیریم. بله. دور می ساخت اگر به این قدر موضوعی چیز داشت. اما چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در اونجا ما چیزی نگفتن و رضایت نشان دادن، چی شخصیتی هست که آمده امروز انتقاد میکنه بالای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که چرا در اینجا در موقفی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضایت داده، چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رضایت داده اصلا؟ چرا اینجا این پیشنهاد شده؟ و این یک نوع خلل عقلی و خلل معرفت دینی این شخص نشان میده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خاموش شی اختیار کرده، موافقه نشان داده، هیچ اعتراض بالای این پیشنهاد نداشتن. این آمده امروز اعتراض میکنه که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینجا انتقاد نکردن، اعتراض نکردن، چرا اینجا عمر یک رأی داد یا همسر اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه پیشنهاد کرد که لشکر فعلا روان نشه؟ خود شخص که قدر داره بخور معروف و مقصر نیست، برای که از کودکی این چیزا رو تو مغزشون فرو کردن و گناهی نداره دیگه، همیشه این چیزا یادشون دادن. پس مشکل تعلیم هست و احیانا مشکلی اندیشه هست و همچنان موضوع دیگری که راجع به چیزی پیامبر عمر رضی الله تعالی عنه بود، عمر رضی الله تعالی عنه گفت که شاید چیزی که میگوید تحت تأثیر بیماری بوده باشه و این به هر یک پیش میشون بیماری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. زمان این سخن گفتن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسلسل چندین بار بیهوش شدن، به هوش می آمد و چیزی می گفت، پس به هوش می آمد و چیزی می گفت. پس اینجا عمر رضی الله تعالی عنه فکر کرد که شاید در تحت تأثیر بیماری چیزی میگوید، چون جدیدن از یعنی از بیهوشی به هوش آمده. اینجا یک شکل طبیعی، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشر بودن. اما زمانی که عمر، اگر یعنی موضوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منصرف شد، همه گفتن شما بیرون شو، بیرون شان کرد، میدونست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از او یعنی انتقاد بدهید که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از که عمر را بیرون کرد. بله. و یک فرمان برای این از خانه اونها را بیرون کرد، علی را میخواست، دیگرای را میخواست، فرمان میخواست مینویسید. بله. هیچ چیزی نداشت، چون با یک فرمان عمر را بیرون کرد از اتاق. بله. اگر اینقدر قوت میداشت در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و تصمیمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اونجا استادگی میگه گفت من بیرون نمیشم که تو جدی کدام تصمیمی نادرست نگیری. نه. اما جرأت یک لحظه توقف در اونجا از خود نشان نداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از او 4-5 روز زنده بودن، بعد از اوی که یعنی پنجشنبه بود و اونها وفاتشان در دوشنبه شد، یعنی که روزی که تولد شدن همون روز وفاتشان شد، روز دوشنبه.
پس اینجا در ماه از پنجشنبه تا دوشنبه چندین روز است و روزهایی است که در اخیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کمی سر حال آمدن، حتی یک بار به مسجد و وارد شده رفته با مردم نماز هم دادن. صحتشون در جریان میتونستن که اعلان بکنن، حتی اعلان عمومی هم بکنن، اعلان عمومی هم بکنن و چیزی که مورد نظرشون هست بنویسن. عمر که رانده شده بود، پس وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در موقف موافقه خود نشان میده و هیچ نمیگویه، آمده اعتراض میکنه که چرا با پیش رسول الله صلی الله علیه و آله با پیشنهاد عمر رضی الله تعالی عنه از گرفتن بزرگترین تصمیمی به نظرشان که او تصمیم سازنده جامعه اسلامی بود و بدون او جامعه اسلامی به خراب رفته، به بیراه رفته، منصرف شدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یعنی بزرگترین اتهام و بزرگترین توهین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست. پس باید هر کس وقتی که چیزی میخواه بگویه، یعنی دشمنی یک شخص، عداوت به یکی، عمر حکومت یا حکمرانی امپراتوری ساسانی، آل ساسان از بین بود، ساسانی فارس حکمرانی که مثلا حکمران او با دختر خود یعنی 300 همسر داشت، یکی از همسرایش دخترش بود، اکتفا نکرد با 299 زنی بیرونه، با دختر خود هم ازدواج کرد و ازدواج با دختر و با پدر زن، با خواهر و با دیگر محارم در اونها رواج عام داشت. این حتی اخلاقیات ابتدایی هم نداشتن. اینها فعلا از طریق متعب و صیغه دیگر راه های مقاربت های نامشروعشان حل شده شد. دردی همین بوده باشه که چه عمر او را از بین برد و تحت تأثیر در فرهنگ اونها تحت تأثیر رفت و این موقع برای اونها برابر نشد که با یعنی قسمی که بزرگان آل ساسان با همسر خود، با دختر خود و با خواهر خود ازدواج میکردن، برای دیگر هم میسر بوده باشد. شاید همین درد هست، اما برای عکسی از او میخواهند که از طریق دیگر او را بکشند.